هر روز که می گذرد خبری دیگر در رسانه های محلی افغانستان منتشر می شود که چهره نجات پرستانه، متعصبانه و افراطی طالبان را بیش از پیش نشان می دهد. جدیدترین اخبار رسیده از افغانستان حاکی از آن است که طالبان روز سه‌شنبه مورخ 22 شهریور 1401 دستور حذف زبان فارسی از تابلوی ورودی یکی از بیمارستان‌های شهر هرات را صادر کرده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. حکومت جدید طالبان که حدود 20 سال بعد از اولین تولد حکومت این سنی‌های تندرو در افغانستان روی کار آمد و قدرت را در دست گرفت، در طول یک سال گذشته تلاش کرده خود را حکومتی معتدل، غیر متعصب و مردمی نشان دهد. اما نگاهی گذرا به وقایع و رخدادهای صورت گرفته و نیز موضع‌گیری‌های سران و مقام‌های مختلف طالبان در این مدت حقیقت را برملا کرده و چهره واقعی این سنی‌های تندرو را بیش از پیش نمایان کرده است. در جدیدترین اقدام صورت گرفته که نشانه دیگر از افراط و تعصب طالبان است، حذف زبان فارسی از تابلوی سر در یکی از بیمارستان‌های شهر هرات در کشور افغانستان است. منابع محلی خبر دادند که روز سه‌شنبه 22 شهریور طالبان تابلوی ورودی بیمارستانی در هرات را که به زبان فارسی بوده را پایین آورده و تابلوی جدیدی به زبان‌های پشتو و انگلیسی جایگزین آن کردند. این اقدام بار دیگر تأکید می‌کند که طالبان این گروه افراطی و نجات پرست که بیشتر اعضای آن را پشتون‌ها تشکیل می‌دهند، دست از تعصبات قومی بر نداشته و فقط بر قوم پشتون و زبان پشتون تعصب دارند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.